سلام. صبح چرا به زهرا نیومدی؟ خیلی مهم بود کارای اون کارگاه بزرگتون. خب زشته جلو الناس خانم. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ برو حاضر شو. برای اینکه ازتون دلخورم به شدت. برای چی مهیار رو پیش مصطفی اونجوری خوردش کردین؟ برای اینکه حرف گنده تر از دهن نیست. خب پدر من بهتر نبود قبلش نظر منم میپرسیدین؟ الان وقت این حرفا نیست میدونم، اما اگه منم انتخابمو کرده باشم چی؟ اون تو رو انتخاب کرده، مثل اینکه کارشو خوب بلده، میدونه چجوری با این مش چرت و پرت مغز طرفو شستشو بده. شما الان دارین به شعور منم توهین میکنین، انگار من یه بچه‌ام که نمیتونم خوب از بد تشخیص بدم برای زندگیم تصمیم بگیرم. یه بچه نیستی و قدر و شأن خانواده‌تو میدونی، یه دلیل قانع کننده بیار چرا این پسر رو انتخاب کردی. یه جوری حرف میزنید انگار مهیار یه لات بی سر و پای بی اصل و نسبه. بابا پسر خالمه، بابا رفیق صمیمی و قدیمی خودتونه. پسر خاله و بابا رو ولش کن، گفتم یه دلیل قانع کننده. نگفتی؟ از نظر شما عشق دلیل قانع کننده هست یا نه؟ الهام بله حاضر شده اومدم دیگه. چرا داد میزنی؟ بیا ببین دختر خانمتون چی میفرماین. چی میفرمایم؟ هیچی مامان. چی شده؟ بابا ناراحته، میگه چرا بدون اجازه من به خواستگاری پسر خالم جواب رد دادی؟ چی؟ مهیار خواستگاری کرده؟ کی؟ کجا؟ کی و کجاش مهم نیست، ببین ایشون چی میفرمایم. مهیار خیلی بیجا کرده، این چه خواستگاریه که من ازش بیخبرم؟ آخه چون قضیه اصلا اینجوری نیست که بابا میگه، داره علکی شلوغش میکنه. نه دیگه همین جوریه، چرا تعارف میکنی؟ مامانت غریبه نیست، بگو. بهش میگم یه دلیل قانع کننده بیار چرا مهیار رو انتخاب کردی؟ میگه چون عاشق شدم. آوا مامان من اصلا اینجوری نگفتم. نه دیگه معنیش همین بود. آره اصلا همین بود. چیه مگه جرم کردم؟ مامان مگه شما خودت عاشق بابا نبودی؟ شما چی؟ مگه مامانو دوست نداشتی؟ بس آوا، دیگه نمیخوام یه کلم حرف بشنوم. باشه، ولی من حرفمو زدم پاشم وای نیستم، فقط میخوام یه چیزیو بدونم. حالا شما برام یه دلیل بیاری چرا انقدر مخالفی؟ چون این پسره در شأن خانواده ما نیست. همین؟ مطمئنی دلیل